روشنایی هوشمند پله ها به این شکله: وقتی که یک فردی میخواد از پله بالا بره، یکی یکی پله ها از پایین به بالا روشن میشن. وقتی از بالا میخواد بیاد پایین، پله ها از بالا به پایین شروع به روشن شدن میکنن. خب برای طراحی یه همچین سیستمی ما نیاز داریم که دو تا سنسور داشته باشیم در ابتدا و انتهای پله، تا بتونیم عبور افراد رو تشخیص بدیم و از روی اون بیایم پله ها رو روشن یا خاموش بکنیم. به این شکل. حالا برای پیاده سازی یه همچین سنسوری ما راهکارهای زیادی داریم، مثلا استفاده از مادون قرمز، لیزر، اولتراسونیک، یا بعضی اصلا میگن از PIR استفاده بکنیم. هر کدوم از اینها مزایا و معایب خودشون رو دارن. خب بعضی از دوستان میگفتن که از اولتراسونیک استفاده کنیم. ببین، اگر بخوایم از اولتراسونیک استفاده کنیم، باید در دو طرف پله قرار بدیم. یعنی برای یه همچین پروژه‌ای اگر بخوایم که خطا نداشته باشیم یا کم خطا داشته باشیم، باید دو طرف پله رو ما پوشش بدیم و اگر بین سنسورهامون قطع بشه، بیایم تشخیص بدیم که افراد عبور کردند. یعنی برای حتی اولتراسونیک، برای مادون قرمز یا لیزر، همشون باید یه همچین شکلی باشن. خب توی این پروژه ما میخوایم از مادون قرمز استفاده کنیم، نه اون مادون قرمز ماژورهایی که شما دیدید فرستنده گیرنده کنار هم هستن. اونا اولا بردشون کمه، در حد 10-15 سانت، و دوم اینکه به نور محیط حساسن. یعنی شما وقتی که چراغ ها روشنه باید تنظیمش بکنید، وقتی هم که چراغ ها خاموش میشه باید یکی بره اونو تنظیم بکنه که این پله روشن بشه، و این باعث میشه که پروژه‌مون اصلا به درد بخور نباشه. خب اینجا توی این ویدیو که پارت دوم پروژه‌مون هست، من میخوام که مدار فرستنده گیرنده مادون قرمز برای این پروژه رو معرفی کنم و رسم بکنم، در موردش صحبت بکنیم، ببینیم که چه شکلی میشه بهترین مدار رو ساخت تا این دقت بالایی داشته باشه سنسورمون و اینکه پیاده سازیش راحت باشه و خیلی هم خوب جواب بده، قابل اعتماد و قابل اتکا باشه مدارمون. خب من اول مدار رو روی بورد براتون رسم میکنم، بعد در مورد نحوه عملکردش صحبت میکنم. خب بچه ها ببینید، این مدار فرستنده‌مونه، اینم مدار گیرنده‌مون هست. مدار فرستنده‌مون ساده است. ما قراره که یه 38 کیلوهرتز تولید بکنیم، ولی ما دو تا اینجا IC 555 استفاده کردیم. دلیل داره، دلیلش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این ورم که گیرنده‌مون هست، یه ماژول در واقع گیرنده سپایه مادون قرمز که در نهایت یه خروجی به میکرو میده. ما می‌خوایم وقتی که بین اینها مانع قرار میگیره و وقتی که بین اینها مانع قرار نمیگیره، اینجا منطقی که میگیریم بین 0 و 1 تغییر بکنه. یعنی مثلا وقتی که مانع هست این 0 بشه، وقتی مانع نیست اینجا 5 ولت بشه، یا برعکس، فرقی نداره. هر کدوم باشه ما اونور برنامه نویسیم رو بر اساس اون تنظیم میکنیم. فقط چون یک خاصیتی این گیرنده داره، ما مجبوریم که مدارمون رو یک طور خاصی طراحی بکنیم. این گیرنده ها به 38 کیلوهرتز حساسند. ما در واقع تصور میکنیم که اگر 38 کیلوهرتز رو تولید بکنیم و ارسال بکنیم، اینجا 0 رو میگیریم. وقتی که 38 کیلوهرتز رو ارسال نکنیم، اینجا 1 رو میگیریم. ولی این درست نیست. ببین، اگر طول مدت ارسال 38 کیلوهرتز بیش از مثلا فرض کن 300 میلی ثانیه بشه، این تغییر وضعیت میده. یعنی 38 کیلوهرتز تا زمانی که مدت زمان حضورش زیاد نیست، اینجا درست، و وقتی که مدت زمانش از یه حدی بیشتر میشه، دیگه اینجا تغییر وضعیت میده و 1 میشه. منظورم اینه که اگر 38 کیلوهرتز رو اینجا ارسال بکنید، فقط 300 میلی ثانیه اینجا دریافتش خواهید کرد. اگر بخواید که کلن همیشه دریافت بکنید، باید هی قطع و وصل بشه. یعنی مثلا 300 میلی ثانیه 38 کیلوهرتز رو ارسال بکنید، یه 300 میلی ثانیه ارسال نکنید، دوباره 300 میلی ثانیه ارسال بکنید، دوباره 300 میلی ثانیه ارسال نکنید، تا این خروجیش به خطا نیفته. این IC 555 که این ور گذاشتیم برای اینه که هی قطع و وصلش بکنه. این برای تولید 38 کیلوهرتز و این برای قطع و وصل کردن اون 38 کیلوهرتز است. یعنی در واقع سیگنالی که اینجا تولید میشه این شکلیه: 38 کیلوهرتز هیچی، 38 کیلوهرتز هیچی، 38 کیلوهرتز هیچی.
این مدار فرستندمون این رو میفرسته، مدار گیرندمون هم به این شکل 38 کیلوهرتز باشه 0 نباشه 1، 0 نباشه 1. در واقع این گیرنده روی این پایه این سیگنال رو دریافت خواهد کرد. بذارید من اینا رو بگم. بین پایه 1 و 2 یه خازن 2.2 میکروفاراد، بین پایه 6 و 7 4.7 کیلو مقاومت، بین پایه شماره 8 و 9 1 کیلو مقاومته و پایه 2 و 6 که به هم وصلن. خروجی این آی سی 555 میره به پایه شماره 4 این آی سی که انیبلشه، اینو هی روشن و خاموش بکنه. یک خازن 5.6 نانو بین پایه 1 و 2 قرار داره، یک پتانسیومتر 5 کیلو هم بین پایه های 6 و 7 و 8، یعنی مستقیما بهش وصل کردیم. یک پتانسیومتر 3 تا پایه داره که مستقیما وصل میشن به پایه های 6 و 7 و 8. پایه شماره 1 هر دوتا به 0 ولت و پایه شماره 8 شون به 5 ولت وصل میشه و این مدارمون میاد این سیگنال رو تولید میکنه. خروجی این آی سی مون هم وصل میشه به فرستنده مادون قرمز و این فرستنده مون هم با یک مقاومت 15 اوم زمین میشه و این مقاومت هم اینجاست که اینا نذاره که بسوزه، سیگنالمون تولید بشه ولی این فرستنده آسیب نبینه. یه همچین سیگنالی رو تولید میکنه، این ور ماژولمون این رو دریافت میکنه، ولی ما این رو نمیخوایم. میخوایم یک چیزی به این شکل داشته باشیم که مثلا وقتی مانع هست 1 بشه، مانع نیست 0 بشه یا برعکسش. خب این مداری که این ور هست برای تبدیل این به اینه. خب به چه شکلی کار میکنه؟ ما اینجا یک خازن 10 میکرو گذاشتیم و یک مقاومت 10 کیلو که بیاد این رو دشارژ بکنه. وقتی که سیگنال به این شکل هست، یعنی هی تند و تند این داره صفر میشه. وقتی که صفر بشه این ترانزیستور روشن میشه و این خازن رو شارژ میکنه. وقتی هم که سیگنال نباشه این ترانزیستور خاموش میشه و این خازنمون توسط مقاومت 10 کیلو دشارژ میشه. حالا این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ ما این سیگنال به این شکل دریافت بکنیم، سیگنال رو به این شکل دریافت بکنیم. وقتی که صفره، وقتی که یکه، یه برعکس گفتم رو بخشت. یک چیز دندان اره، یه همچین حالتی رو ما اینجا خواهیم داشت. در ورودی این ترانزیستور دوم که C945، این ترانزیستورمون هم ترانزیستور A1015 هست که یک ترانزیستور مثبت، این یک ترانزیستور منفیه. این ور طبقه دوم ترانزیستور که داریم برای رفع کردن این حالت دندان اره‌ای و اینو تبدیلش میکنه به این شکل، چون این دندان اره‌ای هرچی هم باشه بالای 0.7 ولت و باعث میشه که این ترانزیستور همیشه روشن بمونه و این صفر بشه یا یک بشه. البته منطقشون معکوس میشه ها، اینجا یک باشه اونجا صفره و اینجا اگر صفر باشه اونور یکه، یعنی به این شکل میشه. اون چیزیه که ما میخواستیم، به همین سادگی. این ویدیو در اینجا تمام، توضیحات بیشتر رو توی پارت آخر خواهم داد. منتظر پارت‌های بعدی باشید. موفق و معید.